رازهای موشک پنهانکار ایرانی، مهندسی معکوس استورم شادو. ایران به تکنولوژی پیچیده موشک‌های پنهانکار دست یافت. با ما همراه باشید. سلام خدمت همراهان عزیز شنونده جنگ و اگه کمی با اخبار جنگ اوکراین آشنا باشین، حتما اسم استورم شادو یا همون موشک کروز پنهانکار استورم شادو به گوشتون خورده. موشکی که جزو 10 سلاح برتر جنگ اوکراین شده و عملکرد بسیار خوبی در مقابل سامانه‌های پدافندی روسی به ویژه سامانه پدافندی S-400 از خودش نشون داد. با تجربیات استفاده از موشک‌های کروز پنهانکار جنگ اوکراین و نیازهایی که خود ایران بیشتر احساس کرده بود، باعث شدن که در داخل ایران نیز موشکی بر اساس موشک‌های با قابلیت پنهانکاری بالا ساخته بشه. ما در این ویدیو به بررسی دقیق موشک پنهانکار ایرانی که بر اساس موشک استورم شادو ساخته شده خواهیم پرداخت. موشکی که جزء پنهانکارترین موشک‌های جهانه و تونسته در اوکراین موفقیت‌های خوبی رو به دست بیاره. که در ابتدا به سراغ مفاهیم مهم پنهانکاری و رادارگریزی می‌ریم. تا اول بفهمیم که این پنهانکاری و رادارگریزی چه فوایدی برای ما داره و چرا در موشک‌های امروزی یک نقطه قوت حساب میشه. بعدش میریم سراغ خود موشک‌های پنهانکار ایرانی. پس با ما همراه باشید تا پرده از رازهای این موشک‌ها برداریم. موشک‌های پنهانکار و رادارگریز موشک‌هایی هستند که در جنگ‌های امروزی خیلی اسمشون رو می‌شنویم. موشک‌های با تکنولوژی پیچیده که میتونن از پس قدرتمندترین پدافندهای دنیا هم بر بیان، که دلیلش هم برمیگرده به مقدار سطح مقطع پایینشون که امکان واکنش و یا بهتر بگم سرعت واکنش پدافند مقابل رو پایین میارن. برای مثال جنگ اوکراین و روسیه. دو موشک پنهانکار غربی که دست اوکراین هستش، یعنی ساروس و استورم شادو، که هر دو موفق شدن پدافند S-400 و S-300 روسیه که از قدرتمندترین پدافندهای دنیا رو مغلوب خودشون کنن و چندین عملیات مهم از جمله سرکوب پدافند و آسیب به اهداف استراتژیک رو انجام بدن، که این مسئله ها باعث شدن این تفکر پیش بیاد که موشک‌های کروز پنهانکار مثل پهپادها میتونن جزئی از سلاح‌های جدید و مهم برای اذیت کردن سامانه‌های پدافندی بشن. اما بیاید بیشتر با مفهوم پنهانکاری و رادارگریزی آشنا بشیم. تفاوت دو مفهوم رادارگریزی و پنهانکاری. این دو مفهوم اغلب به صورت جابجا و گاه اصلا اشتباه توسط افراد مختلف به ویژه در فضای مجازی به کار برده میشه. پنهانکاری بنابر تعریف عبارت از توانایی یک جسم پرنده در جذب و عدم بازگشت دادن امواج راداری دریافتی به چشمه. این توانایی میتونه شامل استفاده از پوششی برای جذب امواج راداری باشه یا توسل به الگوی هندسی خاصی برای بدنه برای عدم بازگشت هارمونیک امواج به چشمه و کاهش شدید سطح مقطعی که باید برای چشمه تداعی بشه، یا همچنین ترکیب از این دو. رادارگریزی اما چیز دیگریه و به صورت توانایی یک جسم پرنده در گریز از دریافت امواج راداری و کاهش سطح مقطع راداری تداعی شده برای ارسال کنندگی امواجی که با توجه به این ترفنده که میتونه در ارتفاع پروازی خیلی پایین یا خیلی بالا تداعی کردن اجسام پرنده دیگر با توجه به هندسه متغیر مثل گول زدن رادار خودشون بشن. که ساده‌ترین مثالش هم همین شاهد 136 های ایرانیه که به دلیل استفاده از طراحی خاص و بدنه لانه زنبوری توی رادار در حد کلاغ دیده میشن. موشک کروز پنهانکار از متریال خاصی در ساخت اون استفاده شده و شکل هندسی اون هم به طوری که RCS پایینی داشته باشه. و بگم RCS همون سطح مقطع پایین هستش. حالا این موشک پنهانکار کی خطرناکتر میشه؟ زمانی که علاوه بر پنهانکاری رادار گریزم باشه. یعنی هم RCS پایینی داشته باشه هم در ارتفاع پایین پرواز کنه. و تشکیل این مربع نه تنها برای این موشک ها بلکه در جنگنده ها و پهپاد ها هم صدق میکنه. اما همه چیز به این آسونی نیست. بخش عمده پنهانکاری به مهندسی پوسته باز میگرده که فرآیند بسیار پیچیده و گرونیه. پوسته از یک رزین پیچیده و لایه های هندسی بسیار اختصاصی از نانولوله های کربنی تشکیل شده و قابلیت های کاهش RCS متفاوتی در ژرفا و جهت های مختلف رو داره. پوسته باید در برابر خمش، پیچش، انبساط و انقباض حرارتی مقاومت کنه و همچنین شکل و پایداری خودش رو تحت بارهای فیزیکی چند محوری بسیار بالا حفظ کنه.
و جدا از اون این خواص رو برای چندین دهه در طیف کامل شرایط محیطی حفظ کنه. با این تمهیدات پوسته برهنه در باندهای راداری L, S و X و حتی در باندهای با فرکانس کمتر یعنی VHF تا حدود قابل توجهی پنهانکاری خواهد داشت. و خب از اونجایی که بیشتر سامانه‌های راداری امروزی در باند S و X فعالیت می‌کنند، این یعنی شانس موفقیت بیشتر. اما حالا بیایید به دو موشک ایرانی بپردازیم که از پنهانکاری قابل قبولی برخوردارند. یعنی موشک کروز پنهانکار موبین و سجی. با موشک موبین شروع کنیم. این موشک اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای روسیه ماکس 2019 به نمایش درآمد. به نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرد. چون این موشک اولین موشک ایرانی بود که بر مبنای پلتفرم موشک‌های کروز رادارگریز ساخته شده بود. و میتونست رقیبی مهم برای موشک‌های کروز رادارگریز خارجی باشه. این موشک هواپایه میتونه روی افشار فانتوم و فنسر لود بشه و به شبه‌هاش حملات میانبرد رو انجام داد. اما چرا به این موشک میگیم پنهانکار و رادارگریز؟ این موشک به خاطر طراحی پنهانکاری که داره از سطح مقطع راداری RCS بسیار پایینی برخورداره. همچنین RCS در حدود 0.1 متر مربع داره که عدد قابل قبولیه. البته در صورت ساخت با استفاده از متریال و تغییراتی میشه این سطح مقطع رو کمتر هم کرد و از اون ور میتونه توی ارتفاع 9 متری پرواز کنه که این مؤلفه رادارگریزی اونه. همینطور که بالاتر گفتم این موشک طبق کاتالوگی که ازش نشون داده شده RCS اون به 0.1 متر مربع میرسه، یعنی عددی کمتر از کروز تامهاوک. البته این مقایسه اشتباهه چون پلتفرم ها با هم متفاوتن و فقط جهت درک ماجرا مثال تامهاوک رو زدیم. اما حالا به مشخصات این موشک بپردازیم. این موشک دارای وزن کلی 670 کیلوگرمیه و سر جنگ اون 120 کیلوگرم وزن داره که از نوع شدید الانفجار یا های اکسپلوسیو. سرعت این موشک 900 کیلومتر در ساعته و توان پرواز در ارتفاع 13 کیلومتری تا 10 متری از سطح زمین اون از گزند خیلی از خطرها در امون نگه می‌داره. برد این موشک 450 کیلومتر اعلام شده و فاصله دو دهانه بال در حدود 3 متر که طراحی اون باعث شده موشک بتونه گلاید کنه. این موشک کروز از موتور توربو جت بهره می‌بره و در مرحله میانه راه از هدایت ترکیبی ترکام و دیسمک استفاده می‌کنه. اما حالا بپردازیم به سامانه هدایت این موشک کروز یعنی دیسمک و ترکام. هنگامی که جهت چرخش و مسافت مورد نیاز برای تصحیح خطا مشخص شد، موشک برای از سرگیری مسیر مورد نظر خواهد چرخید. این روش ترین کانترول ماچینگ یا ترکام نام داره. حتی توانترین سیستم ترکام حافظه کافی برای انجام تسبیق خطوط در طول مسیر پرواز چند صد مایلی رو نداره. بنابراین موشک با یک سری ملاسه کوچک موسوم به نقشه های ترکام در مسیر رسیدن به هدف ارائه میشه. تعداد نقشه های ترکام و تفکیک اونها با کیفیت اطلاعات موجود در منطقه و دقت سیستم ناوبری اینرسی موشک تعیین میشه. داده های کافی از منابع مختلف برای پشتیبانی از ترکام در دسترسه و به طوری که شناسایی هوایی بیشتر مناطق هدف قبل از درگیری مورد نیاز نیست. با این حال نمیشه دقت لازم برای ضربه زدن به بخش خاصی از اون پایگاه مانند آشیانه ها و شلترها رو در یک فرودگاه فراهم کنه. به همین دلیل موشکی که فقط از ترکام استفاده میکنه به کلاک هسته‌ای نیاز داره. تحویل یک کلاک معمولی مقابلیت انفجار شدید مستلزم دقتیه که فقط میتونه توسط نوعی دستگاه نوری در مرحله پایانی پرواز ارائه بشه. یک موشک کروز در ارتفاع تو بردهایی پرواز میکنه که از انتقال تصاویر به نقطه پرتاب جلوگیری میکنه. صحنه دیجیتالی شده رو میشه با داده های یک دوربین تلویزیونی در موشک مقایسه کرد و مقادیر سایه خاکستری رو برای تعیین موقعیت واقعی نسبت به موقعیت مورد نظر مطابقت داد. این موشک میتونه مسیر پرواز خودش رو به سمت مورد نظر اصلاح کنه و حتی در نهایت هدف خودش رو انتخاب کنه. این روش دیسمک نامیده میشه. به اندازه کافی دقیق هست که امکان استفاده از یک کلاک معمولی با انفجار قوی یا های اکسپلوسیو رو فراهم کنه. تکنیک دیسمک فقط برای چند مایل آخر تا هدف مورد استفاده قرار میگیره و روش ترکام برای اکثر مسیر پرواز استفاده میشه. این موشک اگه بالهاش هم جمع شونده باشن برای لود زیر هواپیما خیلی راحت تره و جای کمتری رو میگیره و میشه تعداد بیشتری رو هم کرد. حالا برسیم به موشک سجیل. در اطلاعات ارائه شده برای این پهپاد به سرعت 1000 کیلومتر بر ساعت و قابلیت حمل بمب با برد 100 کیلومتر اشاره شده. این پهپاد همچنین دارای دو موتور جته که البته ممکنه مثل موشک کروز موبین مفهوم پهپاد یا موشک کروز در سجیل هم قاطی شده باشه. باید بگم که این موشک دو نوع داره.
یعنی یک نوع پهپاد، یک نوع هم موشک. در نسخه پهپاد میتونه یک بمب با برد 100 کیلومتر رو داخل دهلیز با خودش هم کنه و در نسخه کروز دیگه خبری از بمب نیست و هم افزایش برد داشته و هم دیگه به کلاهک مجهز شده. این موشک توانایی پرتاب از کانسپت دریایی هم داره. این پهپاد طراحیش به گونه ایه که برای هوا پرتاب شدن کانسپت بهتریه و میشه با تعداد بیشتری لودش کرد. در طرفی هم به موشک‌های غربی شبیه تره. در کل ایران پروژه‌ای که زیادی داره که رونمایی نکرده و احتمال داره اونا از این موشک‌ها بهتر باشن. اما بحث موشک کروز پنهانکار برای نهاجا داره به صورت جدی پیگیری میشه. مثلا یکی از سنهایی که کمتر بهش پرداخته شده پرتاب پهپاد کرار از جنگنده است که با توجه به سرعت بالای پهپاد و ارتفاع پروازی پایین اون میتونه سلاحی خطرناک برای کشورهای دشمن ایران باشه. ایران با این موشک‌ها میتونه صدمات سنگینی رو به کشوری مثل اسرائیل وارد کنه و بخشی از پدافندش رو حتی سرکوبم بکنه. این موشک در کنار بالیستیک های هواپرتاب سلاحی قدرتمند برای جنگنده های ایران خواهد بود. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت های دیگه، خدایا رو نگهدار.